فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبر و بر ماهواره نایل سد اهانت مداح رافیزی به یوسف پیامبر علیه السلام یه <applause> تتاره رو سر ایبون تلاشه هزار تا چو یوسف خادم جارو که هزار تا چو یوسف خادم جارو که هی هیدر امی جان هی و زیاده روی روافظ در ائمه علیه السلام و بالخصوص امام علی رضی الله عنه به حدی رسیده که از هیچ گونه اهانتی در حق انبیا علیه السلام دریغ نمی چنانکه چنان که مشاهده نمودید این مدده رافیزی نه تنها مقام یوسف علیه السلام را به قدر و مقام امام علی رضی الله عنه نمی داند بلکه درجه و مقام خادمان و جاروکشان ایوان او را از هزار نفر چون یوسف علیه السلام برتر می داند. البته این نظر شخصی این مدده نبوده بلکه برگرفته از آن باور باطل و بیاساس روافظ است. که مقام امامت را مقامی بالاتر از نبوت می دانند و امامان را از انبیا علیه السلام افضل و بهتر می شمارند. یوسف فرزند یعقوب، فرزند اسحاق، فرزند ابراهیم علیه السلام تنها پیامبری است که پدر، پدر بزرگ و جد بزرگوارش نیز پیامبر بودند. در قرآن کریم سوره مشتمل بر 110 آیه به نام ایشان نامگذاری شده است. که بیش از 100 آیه این سوره به بیان زیباترین داستان قرآن یعنی داستان زندگی ایشان می پردازد. الله متعال داستان زندگی ایشان را درسهایی برای جامعه بشری معرفی می نماید. بیگمان در سرگذشت یوسف و برادرانش برای پرسشگران نشانه هایی است. الله متعال ایشان را از جمله هدایت یافتگان و نیکوکاران شمرده و میفرماید ووهبنا له اسحاق و یعقوب هدینا و نوحن هدینا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. و إسحاق و رَا او يعني إبراهيم بخشديم. و هريك رأ هدايت كرديم. و نُورًا نورانیز هدايت نمودیم. واز نسل او وسليمان و موسا و هارون را هدایت کردیم و این چنین نیکوکاران را پاداش میدهیم همچنین قرآن کریم در سوره مریم تعدادی از انبیا علیه السلام را ذکر آن پیامبرانی بودند که الله نعمت برایشان ارزانی داشت. از سلاله آدم و از فرزندان کسانی که با نو سوار کشتی کردیم و از دودمان ابراهیم و یعقوب و از زمره کسانی که آنان را رهنمود کرده و برگزیده بودیم. هرگاه آیات الله مهربان بر آنان خوانده می شد، کنان و گریان به زمین می افتادند. قرآن کریم در سوره انعام آیات 83 تا 86 بعد از ذکر نام 18 نفر از انبیای الهی می فرماید و همه آنان را بر جهانیان برتری دادیم اما از آنجا که اساس مذهب رافزیگری بر مبنای کینه و دشمنی با دعوت توحیدی پیامبران بنا شده است پیوسته تلاش کردند تا با به تصویر کشیدن آنان در لباس بازیگران سینمایی قداست جایگاه آنان را در اذهان عمومی مردم تضعیف و تخریب نمایند و در مقابل از پیش خود و بدون هیچ دلیل و برهانی مقامی به نام امامت تراشیدن و آن را برتر از نبوت می تا از این طریق با ادعای نیابت و حمایت از امامت خود ساخته و با ایجاد تفرقه و دشمنی در امت اسلامی و فریب پیروان خود مال و ناموس آنان را چپاول کنند و آنان را به شرک و خرافات گرفتار سازند. به این کلیپ توجه نمایید انبیات هار علیه مسلات و افضل هستند از انبیا و چون اونها افضل هستند اونها علم تمام انبیاء را دارن و تمام معجزات اونها را دارن تمام مقامات اونها را دارن بلکه اونها شرف اونها بر انبیاء اینقدر که خداوند به اونها انبیاء نبوت داده رسالت داده به برکات اهل بیت علیهم الصلاه والسلام و سلام و به قدر مودت اونها به اهل بیت علیهم الصلاه و سلام به اونها قرب نایت کرده و اصلا دعای انبیا اگر استجابت میشد به برکت انبیا علیهم به برکت اگر دعای انبیا علیهم السلام استجابت میشد به برکت اهل بیت علیهم السلام و به شفاعت اهل بیت علیهم السلام مستجاب میشد این اعتقاد به اتفاق تمام علمای اهل سنت کفر است و ما مسلمانان هر شخصی را که چنین اعتقادی داشته باشد کافر می‌دانیم